تو خیلی از سایت ها، اخبار، کانال ها و یا از دوست ناآشناهاتون شنیدین که مثلا گرانترین خونه دنیا مال فلان بازیگره یا گرانترین ماشین دنیا رو رونالدو و مسی سوار میشن. خب تمام چیزهایی که شنیدی چیزهای معقولی بودن، اما یه سری چیزها هم وجود داره که خیلی عجیبن و به قیمتهایی به فروش میرسن که انگوش به دهن میبونی. من حسین بیکر هستم و اینجا چنل خودتون منتالیتیه. تو این ویدیو قراره گرون قیمت ترین چیزهای عجیب جهان رو بهت معرفی کنم. فقط فراموش نکن که اگه از ویدیو خوشت اومد اون رو لایک کنی و اگه تا الان عضو خانواده منتالیتی نشدی روی سابسکرایب بکوبی و اون زنگوله بغلش هم بزنی تا جز اولین نفراتی باشی که از ویدیوهای ما با خبر میشه. خب زود تون سریع و انقلابی بریم سراغ مورد اول. گرونترین صندلی دنیا. این صندلی تاشو مربوط به قرن 17 و ساخت کشور چینه که در یک حراجی بیشتر از 8.5 میلیون دلار فروخته شد، یعنی حدود 255 میلیارد تومان. من موندم کسی که این همه پول بابت این داده چطوری دلش میاد باسنشو بذاره روش. این حیوان مفید رو ملاحظه میکنید؟ به عنوان گرانترین گاو دنیا فروخته شده و به پول ایران حدود 8.5 میلیارد تومان ناقابل پول براش رفته. جالبه تو این حراجی های دام و اینا چیزی که مهمه اصالت نزیبایی. البته اگه به خود گاوه بگن یه آدم اینقدر بابتش پول داده، در آدم بودن اون شک میکنه. گرانترین گوسفند دنیا. زشته که گرانترین گاو رو بگم و حرفی از گرانترین گوسفند دنیا هم نزنم. این گوسفند در اسکاتلند با قیمت کارشناسی 260 میلیون تومان در حراجی ارائه داده میشه، ولی در حراجی قیمتش تا 10 میلیارد تومان هم بالا میره. آخرش هم 3 تا مزرعه دار به صورت شریکی میخرنش تا در 3 تا مزرعه از وجودش استفاده کنن. گرانترین ساعت دنیا. این ساعت در سال 2016 با قیمت 17.8 میلیون دلار به فروش رسید. حالا کل رویاهای من با 4-5% از این پول برآورده میشه. گرونترین سگ دنیا. جدیدن جوری شده که آدما سگهاشون رو از بچه‌هاشون بیشتر دوست دارن. حالا دلیلش چیه؟ بماند. طوله این سگ قرمز تبتی 1.6 میلیون دلار به فروش میرسه. خرید حلقه یکی از کارهایی که برای مراسم عقد و عروسی انجام میشه که دختر و پسر به اصطلاح نشون کرده همدیگه باشن. این حلقه نامزدی رونالدو برای جورجینا که 25 میلیارد تومان میارزه و گرونترین حلقه نامزدی که یه فوتبالیست خریده. پنیر اولاف. خب این همه اسم این حیوان زبون بسته رو گذاشتین رو این و اون، حالا میدونستی که 1 کیلو پنیرش 8 میلیون تومان میارزه؟ برو تو اتاقت به همه کسایی که بهشون گفتی الاغ فکر کن، ببین اندازه 1 کیلو پنیر این حیوان زبون بسته میارزیدن یا نه. گرانترین بیسکویت جهان. این بیسکویت در یک حراجی به مبلغ 15000 دلار فروخته شد. حالا داستان چی بوده که این همه میارزیده؟ این تنها بیسکویتی بوده که از حادثه غرق شدن کشتی تایتانیک جون سالم به در برده. البته اگه تو این کشتی یه 2 تا بسته ساقه طلایی بود دیگه کار به غرق شدن کشتی هم نمی‌کشید. گرانترین سوسک شاخدار. خیلی عجیبه که یه عده سوسک شاخدار رو به عنوان حیوان خونگی نگهداری میکنن. واقعا که به نظر من رقت انگیزه. اما با این وجود گرانترین سوسک شاخدار دنیا 330 میلیون تومان قیمت داره که در ژاپن به فروش رسیده و طول شاخ اون هم 7 سانتی متر بوده. گرانترین غذای جهان. شما هم شکمو هستین؟ خب پس دیدن این میتونه براتون حسرت برانگیز باشه. گرانترین غذای جهان خاویار الماسه که از ماهی بلوگای ایران به دست میاد. 1 کیلوگرم از این خاویار حدود 35000 دلار به فروش میرسه. گرانترین دوچرخه دنیا. من خودم گرانترین دوچرخه‌ای که تا حالا دیده و شنیده بودم قیمتش 127 میلیون تومان بود، تا اینکه این رو دیدم.
یه شرکت انگلیسی تولید کننده هدایای اختصاصی و گرون قیمت از طلای 24 عیار و قطعات بریلیانه. این دوچرخه 400 هزار دلار برای شرکت آب خورده. گرونترین پیتزای دنیا. برای پخت این پیتزا پنیر از انگلستان، جگر چرب و ترافل از فرانسه و خاویار از دریای خزر و ورقه های خوردنی طلا از اکوادور تهیه میشه. قیمت این پیتزا 2000 دلاره. گرونترین فلفل جهان. آجی کاراپیتا که قیمت اون کیلوی 90 میلیون تومنه در جنگل های کشور پرو کش میشه و در رستوران های 5 ستاره ازش استفاده میشه. دسترسی به آجی کاراپیتا سخته، چون از یه طرف فقط و فقط تو پرو کش میشه و از یه طرف دیگه هم قیمتش خیلی زیاده. گرونترین کتاب دنیا. شما برامون بگین که گرونترین کتابی که تا حالا خریدین چقدر بوده؟ گرونترین کتابی که تا حالا به فروش رسیده به قیمت 31 میلیون دلار بوده. کتاب مستندات لستر نوشته لئوناردو داوینچی توسط بیل گیتس به این قیمت خریداری شد. البته این پول برای بیل گیتس چیزی نیست، چون ظرف یه ساعت براش جبران میشه. خب امیدوارم تا اینجا از ویدیو لذت برده باشی. ما رو تو اینستاگرام و توییتر هم فالو داشته باشین. برای دیدن ویدیوهای بعدی من این دوتا ویدیو رو بهت پیشنهاد میکنم، از دستشون نده. تا ویدیوهای بعدی، خدا یار و نگهدارت.